بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب اندر اینکه زیاده روی در قبرهای بزرگان آنان را بت‌های میگرداند که به جز الله پرستیده میشود. یکم، این سبب سیوم پیدایش شرک است. پس بازگشت زیاده روان به سوی پرستیدن این قبرها یا صاحبان آن میگردد و غلو در تعریف یا تنقید از حد گذشتن است. دوم، اقسام مردم نسبت قبرها دو طرف و میانه است. قسمی که در قبرها به پرستیدن و ساختن قبه ها غلو کردن و قسمی در احترام قبرها به نشستن بر آنان و کافتن آنان کوتاهی کرد. و حق در بین این دو است که حرمت قبرها حفظ کرده شود و در حق آنها زیاده روی کرده نشود تا جز الله تعالی پرستیده شود. دلیل اول تا چهارم. یکم، امام مالک در موطأ روایت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای الله، قبر مرا بت نگردان که پرستیده شود. غضب الله سخت شد بر قومی که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. دوم، ابن جریر به سند خود از سفیان، از منصور، از مجاهد روایت نمود: آیا لات و عزا را دیدید؟ گفت: برایشان تلقان آماده میکرد، پس فوتید، پس بر بالای قبرش ایستادند. سوم، و اینچنین ابو جوزا از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده گفت: برای حاجیان تلقان آماده میکرد. چهارم، و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که او گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم زنانی را که قبرها را زیارت میکنند و کسانی که بر بالای قبرها مسجد بنا میکنند و چراغها میافروزند لعنت کرد. روایت مؤلفان سننها. غضب الله سخت شد، یعنی صفت حقیقی الله تعالی است، مانند غضب مخلوقات نیست. قبرهای پیامبرانشان را مسجد گرفتند، یعنی یا به سجده کردن بر بالای آنها یا به مسجد ساختن بر بالای آنها. و آیا دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم مستجاب شد که قبرش بت قرار داده نشود که پرستیده شود، یا حکمت الله جز این را تقاضا کرد؟ ابن قیم رحمه الله گفت: الله تعالی دعای او را اجابت کرد. پس ذکر کرده نشد که قبر او صلی الله علیه و سلم وسن، یعنی بت گرفته شد، بلکه آن به سه دیوار حمایه شد. فعجب رب العالمین دعاءه فاحاته بثلاثه جدران. پس پروردگار عالمیان دعای او را اجابت کرد و او را به سه دیوار احاطه کرد. درست است که مردم یافت می شود که در حق او صلی الله علیه و سلم غلو میکنند، ولیکن به حد بت گرفتن قبرش نرسیدند. آیا دیده اید؟ یعنی نسبت این بت ها و آیت های بزرگی که او صلی الله علیه و سلم در شب معراج دید چیست؟ و فرمود: سویق، جوی که تف داده می شود، سپس آرد کرده می شود، سپس با خرما آمیخته کرده می شود و آن را برای حاجیان پیشکش می کنند. سروق، جمع سراق، شمع است. در بالای قبرها از روی تعظیم و غلو شب روز شمعها افروخته می شود. زیارت زنان برای قبرها گناهی از گناه‌های بزرگ است، و اینچنین مسجد گرفتن و بر آنها چراغ افروختن برای آن که فاعل آن لعنت شده است. اقسام زیارت قبرها. یکم، زیارت شرعی. برای قبرها باری سفر بسته نمی شود و به زیارت یادآوری آخرت و برای او و مردگان دعا کردن را قصد نماید. دوم، اگر مردگان را به دعا مراجعت کردن را قصد کند، پس این زیارت شرک است. سوم، اگر الله به دعا مراجعت کردن را در نزد مردگان قصد کند، پس زیارت بدعتی است. مسئله های این موضوع. یکم، تفسیر بت ها.
اون چیزی که به جز الله پرستیده می شود، خواه بود باشد و یا قبر یا غیر این. دوم، تفسیر عبادت، یعنی شکست نفسی و فروتنی برای معبود از روی ترس و امید و محبت و تعظیم. سوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه نبردن مگر از چیزی که واقع شدن آن ترسیده می شود. چهارم، با این مسجد قرار دادن قبرهای پیامبران را یک جا بیان نمود. پنجم، بیان شدت غضب الله. ششم، این از مهمترین مسئله هاست، دانستن صفت پرستیدن لات که آن از بزرگترین بت هاست. هفتم، دانستن این که آن قبر مرد صالح است. هشتم، این که لات نام صاحب قبر است و بیان معنای نامیده شده. نهم، نعلت کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم زنان را که بسیار به زیارت قبرها می رفتند. دهم، لعنت کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را که بر قبرها چراغ می افروزد. مسئله مهم این موضوع در قبرهای صالحان قلوب کردن آنان را بت‌ها می گرداند، همان گونه که در قبر لات شد. مسئله دیگر، هرگاه زن برای روزه در مسجد نبوی رود تا در آنجا نماز گذارد، پس قبر به وی قریب است، پس استاده سلام می دهد. در این مانع نیست و بهتر این است که از انبوه و آمیختن با مردان دور باشد و تا که کسی که آن را مشاهده می کند گمان نکند که برای زن زیارت قبر جایز است.